مسجد خموش و شهر پر از اشک بی صداست. ای چاه خون گرفته کوفه، علی کجاست؟ ای نخل ها که سر به گریبان کشیده ای، امشب شب غریبی و تنهایی شماست. سجاده به امام و زمین لالگونز خون، سجاده به امام و زمین لالگونز خون. مسجد غریب مانده و محراب بی دعاست. تو از برای خلق جهان سوختی علی، اما هزار حیف که دنیا تو را نخواست. ای چاه کوفه، اشک علی را چی میکنی؟ دانی چقدر قیمت این در پربهاست؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. و با عرض سلام و تقدیم احترام خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی، شما مؤمنان روزدار و سوگوار مولای متقیان امام علی علیه السلام، بسیار مفتخر و خرسند هستیم که با برنامه به وقت بیداری از تلویزیون جهانی فارسی دری خدمت شما و همراه با شما خوبان و مؤمنان هستیم. شب شهادت مولای متقیان امام پارسایان امیر مؤمنان علی علیه السلام به یکایک تشنگان عدالت علوی و عزاداران آن امام مظلوم تسلیت میگم. همینطور که امشب شب 21 رمضان هست، مصادف با شهادت مولای متقیان، یکی از سه شبی است که احتمال داره شب قدر باشه. این شب قدر را هم گرامی میداریم. امیدواریم که خداوند در این شب و در این فرصت طلایی توفیق عبادت و راز و نیاز و بندگی به همه ما عنایت کنه. و شما حتما میدانم در مجلس احیا اگر هستید، در راز و نیازهایتان، در دعاهایتان، در قرآن به سر گرفتنهایتان، ما خدمتگزارانتان، خودتان در تلویزیون حاضرم فراموش نمیکنید و همینطور دیگر مؤمنانه. بله، امشب در خدمت مهمان بسیار بسیار بزرگوار، عالم عامل جناب دکتر معصومی هستیم. دکتر معصومی چهره شناخته شده است برای همه شما مؤمنان، نیازی به معرفی نیست. توفیق بوده در برنامه های گذشته در تلویزیون هادی ما در خدمت شما ایشان باشیم و امشب هم ایشان ای افتخار به ما دادن که در چنین شب مهمی خدمت ایشان برسیم و از صحبت های بسیار ارزشمند جناب دکتر معصومی استفاده کنیم. سلام علیکم جناب دکتر معصومی، تسلیت میگم شهادت مولای متقیان خدمت شما و قبول باشه همینطور روزه و نماز های شما. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما و تمام بینندگان محترم و عرض تسلیت دارم به مناسبت
شب 21 ماه رمضان شهادت بزرگ مرد عالم هستی و همچنین گرامی می‌داریم شب قدر را و نزول قرآن کریم را. بله بسیار سلامت باشین، تشکر. خب جناب دکتر معصومی بزرگوار، ما امشب فرصت باید مغتنم بشماریم در این فرصت کمی که برنامه ما داره بیشترین استفاده را از محضر شما ببریم. دوست دارم که با قرآن و ماه رمضان شروع کنیم. میخوایم ببینیم چه پیوندی به صورت مشخص بین قرآن و رمضان و به صورت مشخص بین قرآن و شب قدر وجود داره. بله، خداوند عوامل سعادت بشریت را که عمدتاً قرآن هست، بله، و قدر هست و عطرت هست در ماه رمضان جمع کرد. برای مهمانان خدا اگر فقط همین معارف باشد و همین نعمت‌های نهفته در این سه مطلب باشد کافی است. یعنی اینقدر مهمه این نعمات سگانه که سعادت انسان را در فرد و در جامعه تضمین میکنه. قرآن کریم چه ارتباطی دارد با شب قدر؟ ارتباط تنگاتنگ دارد. وحی از نظر مکانی و ظرفیت مکانی اولین بار در غار حرا نازل شده. غار حرا بلندترین نقطه است در مکه، بله، که از اونجا خود کعبه هم دیده میشه. یعنی این نقطه بلند از نظر مکانی تناسب دارد با اون ارزش والایی که کلمات الهی داره. دیگه برای ما انسان ها بالاترین جا قله کوهه. بله. از او بالاتر ما توان رفتن نداریم و برای همگان رفتن با بالاتر از اون میسر نیست مگر استثنان با ابزارهای موجود. بله. بنابراین از نظر مکانی جایگاه نزول وحی بالاترین نقطه زمین آن زمان بوده که مکه باشه و غار حرا باشه. بله. از نظر ظرف زمانی قرآن کریم خوب در شب قدر نازل شده. آیا به طور کلی نازل شده؟ به هر حال یک نظر محکم همینه. و در شب قدر شب تقدیره. تقدیر بر مبنای چی؟ تقدیر بر کدام محور؟ بله. تقدیر یا دگرگونی که بناست در زندگی انسان ایجاد بشه، این دگرگونی بر مبنای کتاب قرآن باشه. دگرگونی در زندگی انسان زیاد رخ میده. بله. حتی انقلابها زیاد ایجاد میشن. اما خیلی از انقلابها محورهای ضعیفی دارند و این محورها مادی است، دوام نمیاره. همین انقلابهایی که ما در صد سالی اخیر، بله، دیدیم، تجربه کردیم، خیلی هم کشته دادن، خون ریخته شد، دوام نیاورد و هیچ یک از آنچه که میگفت را نتوانست برآورده کنه، برای که محور درست نبود. محور تغییر باید محور اساسی باشه. این محور قرآن کریم. زمان آغاز این تغییر شب قدر. بنابراین یک ارتباط تنگاتنگ بین شب قدر و قرآن وجود داره. قدر معانی گوناگون داره. بله. یک معناش همین تقدیره و اندازه‌گیریه، برنامه ریزی است. این برنامه ریزی بر مبنای آنچه که از بالا آمده
اگر از بالا قرآن نمی آمد جای این سوال باقی می ماند که تقدیر بر چه مبنا و برنامه ریزی بر کدام محور و تغییر بر کدام اساس. اما حالا مطلب تکمیل شد، یعنی در واقع جای هیچ ابهامی باقی نمانده که در شب قدر باید به قرآن پیوست و از تغییرات زندگی را بر محوریت قرآن هماهنگ ساخت. از این ارتباط تنگاتنگ و صمیمی دیگه وجود نداره که بین شب قدر و قرآن کریم وجود داره. بله، تناسب شما همین است. قدرم هر چی شما به حساب جهان بیشتر اطلاع پیدا بکنین که جهان روی حسابه، بله، روی برنامه هست، روی نظم هست، تصادف حتی به قدر ذره در جهان راه نداره، به همون تناسب شما به قدر بیشتر معتقد میشن، برای که هرچی یک چیزی حساب شده باشه قابل اندازه‌گیریه، هرچی قابل اندازه‌گیری بود قابل برنامه ریزیه و هرچی قابل برنامه ریزی بود قابل پیشبینیه. درست. مثلا شما گاهی در اون مسائل مادی نگاه کنید، یک هواپیما میره حرکت میکنه، همه چیزش حساب شده، در چی زمانی فرود میآید و بعد برای همون حساب تنظیمش. قدر زندگی همینه، چون جهان بر مبنای حسابه پس قدری وجود داره و تقدیر حساب داره و حساب وجود داره، منتها آغاز این حساب و آغاز این تقدیر در مثل چون شبهاییست که قرآن به ما میگه. قرآن برنامش در کل برای تربیت انسان. بسیار عالی جناب دکتر صاحب، اگر اجازه بدهید یک وقفه داریم و باز برمیگردیم ادامه صحبت های جناب عالی. بینندگان عزیز و گرامی دعوت میکنم به تماشای یک بیان برنامه. بسم الله الرحمن الرحیم. یا رحمان و یا رحیم، بر عفو بی حسابت این نکته‌ام گواه است. گفتی که یأس از من بالاترین گناه است. گفتی که یأس از من بالاترین گناه است. من غرق در گناهم، مسکین و رو سیاهم، تنها توی پناهم، لا تقنطوا گواه است. هرگز نمی پسندی در بر رویم ببندی، آخر کجا گریزد عبدی که بی پناه است. عبدی که بی پناه است. در دیدش که سرخم، بر چهره رنگ زردم، مویم شده سفید و پروندم سیاه است. باز آمدم به سویت، برگشتم بکویت، این بنده فراری
محتاج یک نگاه است، محتاج یک نگاه است. من عهد خود شکستم، من راه خیش و بستم، ورنه به جانب تو هر سو هزار راه است. یک جمله با تو گفتن ذکر هزار سال است، یک لحظه به تو بودن یک عمر اشتباه است، یک عمر اشتباه است. یک یا الهی الاف جبران جرم، یک عمر یک شام قدر با تو، به از هزار ماه است. یارب چه بخوان ام اتعنا گویم، فرمان تو را به جان سمعنا گویم. بر من تو به فضل اگر غفرنا گویی، من آیم ربنا ظلمنا گویم. بله، امشب شب استغفار هست و درهای رحمت خداوند بر روی ما بندگان گناهکار گشوده هست و امشب از دست ندهیم. مثبت 964-780-255-4013 پول ارتباطی ما با شما خوبان هست. در چنین شبی اگر شما مراسمی هست، مجالسی هست، میتونید از طریق گوشی های موبایلتان برای ما فیلم بگیرید و خودتان اگر کدام حسی دارید، احساسی دارید، میتونید با صدای خودتان، با تصویر خودتان فیلم پر کنین، ثبت کنین و از طریق همی شماره که در تلگرام هست و واتساپ هم هست، البته ما پیشنهاد میکنیم از طریق تلگرام شبکه میتونید برای ما بفرستید و ارمغانی است بسیار ارزشمند برای تلویزیون جهانی هادی. خب اجازه بدین که برگردیم به ادامه گفتگو خدمت جناب استاد دکتر معصومی. بله جناب استاد، شما اشاره فرمودید به پیوندهای ماه مبارک رمضان و شب قدر با قرآن، مهمترین سوغات خداوند برای بشریت. جناب استاد گرامی، فرمودید که امشب شب قدر یعنی اندازه‌گیری. دقیقا اگر به صورت کوتاه و مختصر توضیح بدیم که اندازه‌گیری به چه صورت است، چه چیزهایی در این شب برای انسان رقم میخوره و مشخص میشه؟ بله، شب قدر شب اندازه‌گیری یا به حساب با به زبان ما انسان‌ها شب برنامه‌ریزی، شبی است که امور یک ساله انسان تنظیم میشه، از نعمت‌ها چه نعمت‌هایی برسه، از توفیقات چه توفیقات نصیب این شخص بشه، از مصیبت‌ها، از رویدادهای تلخ و شیرینی که بر حال بر فرد یا بر جامعه وارد میشه. در واقع آغاز این تغییرات با این برنامه ریزی است که در این شب و در این ماه و در این ساعات صورت میگیره. شب سرنوشت در یک کلمه، شب سرنوشت یعنی ما از کلمه سرنوشت کلمه معنادارتر دیگه نداریم که همون شبای قدر شب سرنوشته. بله، سرنوشت انسان ها و جامعه و خانواده تعیین میشه. خب در این تعیین سرنوشت خود انسان چه نقشی و چه جایگاهی داره؟ بله، بیشترین نقشه داره. اتفاقا بنده عرض کردم در اول که خداوند فقط اگر همین
شب قدر به این گونه ای که هست و ما معرفی کرده بود و نزول قرآن صورت گرفته بود و پای ائمه هم و میان آمد همی کافی بود. اینقدر مطلب مهمه. انسان دقیقاً در تعیین سرنوشت خود سهم به سزا دارد، نه سهم کوچک. دست بسته نیست. دست بسته نیست که کاملاً دستش بازه. این که در شب قدر سفارش شده یک، شما این شب را زنده نگه دارید. خب امر طبیعی است، ولی امشب شب مافوق طبیعی است. امشب شبی است که کامل باید بیدار بود. اگر شبهای دیگر چند ساعت ما بیداریم و بقیهش خواب، امشب باید کامل بیدار بود. چرا؟ برای که از اول امشب تا به سحر باران سلامتی میبارد. تعبیر زیبایی. باران سلامتی حتی مطلع الفجر. تا مطلع فجر، یعنی تا اذان صبح. تا اذان صبح فضا فضای سلامتی است، هوا هوای سلامتی است. این سلامتی رو شما میتونین تعبیر کنین به اجابت دعا. سهم ما در این شب اینه که خداوند که انده میفرماید که هر چی میتونی بخواه و هر چی میتونی در این شب بگیر و هر چی میتونی از این ذخایر بی پایانی که خداوند دارد و هرچی هم از او ما بگیریم چیزی کاسته نمیشه شما بگیرید. این نقش اساسی شب قدر که میگن زنده نگه دارید همیه و سلامون هی حتی مطلع الفجر، یعنی امشب تا به سحر سلامتیه. درست. پس یک اتفاق که از طرف عالم بالا و خداوند میفته اینه که یک پنجره بسیار بسیار وسیع گشوده میشه به سمت عالم خاکی ما انسان ها. یعنی این فرصت طلایی خدا در اختیار بندگانش قرار میده و سهم من بنده و ما انسان هایی است که تا میتانیم استفاده کنیم تا میتانیم از این گنجی که درش گشوده شده باید توشه برداریم. بله درست عرض کردید. کاملا. یک آیه در قرآن هست دوستان اکثرا حفظن و عنده مفاتح الغیب. این مفاتح غیب، مفاتح یا جمع مفتح یا جمع مفتح یا به منظور ذخیره هاست یا منظور کلید هاست. سوال اینجاست که این کلید ها دست خداست، آیا این کلید به بشر هم داده میشه؟ نه. بله. به چه شکل؟ یکی به شکل سوال. همین سوالی که به ما گفتن، دعایی که به ما گفتن خواسته. این دعا در واقع کلید است. بله. اصلا در روایات هم اومده که دعا کلیده. یعنی این شبیه کلیدها به ما داده میشه که شما هر چی میخواهین، البته سوال مشروع و سوالی و دعای معقول و دعای در مناسب در شرع خود انسان باشه، در شرع و مطابق با نیاز باشه. دعا دو جوره که بر مبنای هوا و هوس، این درست نیست. یک کسی آرزو کنه برای خدای من یک کشتی میخوایم که در دریای اطلس حرکت کنه، یک ساختمان 60 طبقه میخوایم در فلان شهر دنیا، اینقدر پول ذخیره. اینا خواسته های بر مبنای هوس. این کوچیکی انسان نشون میده. خواسته ها بر مبنای نیاز باید باشه. خدای من به نجات نیاز دارم، تو مرا از این چاه طبیعت بیرون بیار. خدای من به آبرومندی نیاز دارم، تو مرا در دنیا و آخرت آبرومند نگهد. خدایا من به معرفت نیاز دارم، من به صفای دل نیاز دارم، من به اخلاق انسانی نیاز دارم. خدای اینا رو به من بده که وقت رفتن از دنیا هم اخلاقم انسانی باشد و هم بینشم بینش انسانی باشد تا بخر. بنابراین ما در شب قدر کاملا سهیمیم و این از الطاف پروردگاره که به زبان بنده های خاصش آمده که این شب قدر یکی از این شب هاست، چند شب اسم برده. به این معناست که شما در این شبا بیشتر حرکت کنید و بیشتر در بزنید و بیشتر تقلا و کوشش کنید که چیزای کلیدی دستتون بیاد. در واقع کلید دعا را دست ما میدن تا ما در این شبهای پربرکت
از این کلید استفاده کنیم با نعمت های بسیار گرانبها که نیاز داریم. ما به حیات جاودان نیاز داریم، ما به حیات طیبه نیاز داریم، ما به حسن عاقبت نیاز داریم تا به آخر. اینا رو باید ما در شب قدر بخواهیم، نه این که بگوییم. و این خواستن شرایطی داره. من اینقدر شما زیبا صحبت کردیم که حیف اومد که ما بیایم با یک سوالی خرابش کنم. هم با همی اگر در این قسمت صحبت های شما هست با همی حس ادامه بدین جناب استاد. انسان یک موجود کیفی است. وقتی از انسان صحبت میشه از کمیتی صحبت نمیشه. از نظر گوشت و عضلات و استخوان دیگه حیوانات بعضیش مثل ما هستند، بعضیش بالاتره. و از نظر کیفیت انسان یک ارزش داره. امشب هم یک شب کیفی است. شب قدر نظر به شبهای معمولی نه 5 دقیقه طولانی تره، نه 4 دقیقه کوتاه تره. یعنی کمیتش همون مثل دیشب پریشب، اما از نظر کیفیت عجیبه. این شب برابر با یک عمره. معروفه که میگن به پیامبر عرضه داشتن و پیامبر به خداوند عرضه داشت که خدایا این امت من چرا عمرش کمه، بقیه ها عمر طولانی چند صد سال اینها داشتن، اینا عمرشان کمه. بله. بعد خداوند کنه جواب داد که ما به تو شب قدر دادیم. شب قدر یعنی یک شبش برابر با 70-80 سال، با 80 چند سال، با 84 سال، یک شبش برابر با یک عمر. یعنی کسی اگر 50 تا شب قدر درک میکنه، در واقع 50 برابر عمر معمولی عمر کرده. مسئله کیفیت. در این کیفیت انسان باید رشد کنه، از دقایق این شب استفاده کنه، خود بشناسه تا جایی که ممکنه، خدا رو بشناسه، از گذشته ها عذرخواهی کنه که امکان پذیره. یعنی در این شب یک عفو عمومی اعلام میشه و بعد برای آینده انسان. ما در همه کارها مخصوصا به کارهای بزرگ و خوب به خدا نیاز داریم، مخصوصا به توفیقات پروردگار. اینا همش امشب تعیین میشه. این شب قدر. بله جناب استاد، شما فرمودین که امشب شب کیفی است، یعنی از نظر کمیت طولانی بودن با شبهای قبل و بعد چندان فرقی نداره، ولی از نظر کیفیت و ارزش اصلا قابل مقایسه نیست با دیگر شبها. با ارزش این شب، ارزش یک عمر انسان هست. خب بعضی ها در این شب وقتی که مواجه میشه با احیایش پیش رو میارن به کارهای کمی و نه کیفی، و اینا چی گفتنی داری؟ حالا منظورم از کمی نیست که میگه حتما من دعای جوشن از اول تا آخر یک دعای جوشن بخونم، چند رکعت نماز باید بخونم، نمیدونم فلان قرآن باید بخونم. صرفا یک سری کارهای انجام میشه، ولی در این کارها تأمل، تفکر و که نیست که کیفیت این کار بیشتر کنه. بله، باید این امور را با کیفیت بالا انجام داد. ولی که از اعمال شب قدر تفکر هست، مذاکرات علمی هست، اینا خیلی ارزش داره. بعدم عبادت هست، همین نماز و ارشاد که دعاها و اینا. تا حالا اگر کسی دعای جوشن میخونده و توجهش به کمیت بوده که این 1000 تا اسم بخونه، حالا اینه با کیفیت بخونه. قبلا اگر میگفت یا لطیف، حالا این یا لطیف با کل وجود بگه، یا غفور با کل وجود بگه، یا کریم معصوم. بله، اونطوری کنه میگفت. بر نمازم، نمازی که امشب خوانده میشه، این نماز با نمازهای معمولی فرق میکنه. امشب شبی است که برابر 1000 ماه هست و هر ماه ما 30 روزه، یعنی در واقع با 30,000 شب برابر است. اگر شما هر روز نصف شب بگید نصف روز، این میشه 60,000. 60,000 شب تنها میشه. اگر فقط شباش در نظر بگیرید 30,000، 60,000 شب کجا و یک شب کجا؟ یعنی 60,000 شب به هر کسی گیر نمیاد، خیلی عمرها به اونجاها نمیرسه. منظور اینه که همچون یک چیزی به ما داده شده از نظر زمانی، و خودم کسی نیست که کسی را امر به سوال و دعا بکنه و بعدم اجابت نکنه. این از شأن خداوند نیست. اونشم آماده کرده. ز خواهشم هست. ابو حمزه سومالی هم همین. ابو حمزه سومالی
همینه میگه، بقیه دعاها همینه میگه. مهم اینه که مشکلات اجتماعی را انسان با خدا در میان بگذاره. اگر جامعه اصلاح شد فردم اصلاح میشه. اگر فرد به تنهایی خواسته باشه اصلاح بشه امکانش هست. مثل باران است که یک منطقه کوچک به هر حال سیراب میکنه، باید تقریبا آب عموم تأمین نمیشه. خواست باید جمعی باشه و برای جمع باشه، یه ارزش داره، چون برای خدا هیچ فرق نمیکنه. میخوای 5 میلیارد بیامرزه، میخوای 5 نفر بیامرزه، هیچ فرق. دادنشم اینجوری. ما نیاز داریم امروز، امروز ما نیاز داریم. به چی نیاز داریم؟ تفاوت ما با زمان حضرت علی اینه که در زمان حضرت علی معلم بود، شاگرد نبود. میگفتین علم در سینه ای من جمع شده، تراکم کرده، بیاین از این استفاده کنید. سلونی قبل ان تفقدونی، در اون زمان این بود. ولی در این زمان خواستار زیاده، شاگرد هست الان ولی معلم غایبه. دعا کنیم معلم متناسب با شأن انسانیت برای ما بیاد. خداوند داره اون رو نگه داشته. وقتی اون بیاد دیگه خواسته ها امروز زیاد، سینه های خالی برای پر شدن از معرفت. یکی از خواسته های ما این باشه انشاءالله. خداوند از خداوند میخواییم یکی از دعای ما باشه که در ظهور امام زمان تعجیل بفرمایید. سپاسگزار هستیم جناب استاد گرامی. اجازه بدید بازم یک وقفه و درنگ داریم و برمیگردیم خدمت شما بخش پایانی گفتگو. تشکر میکنم از شما بینندگان عزیز و مؤمنان عزادار که با حوصله مندی برنامه را تا اینجا دنبال کردید. انشاءالله که بعد از وقفه برمیگردیم تا پایان برنامه شما همراه و همدل ما باشید. بسم الله الرحمن الرحیم. صلی الله علیک یا مولای یا امیر المؤمنین. چه افکار خوشی می پرورانم در سرم قطعا، که با شیرینی یادش همیشه بهترم قطعا. بغیرش هستی دنیا به یک ارزن نمی ارزن. گرفتارم، گدایم، مبتلای حیدرم قطعا. خدا را شکر، خدا را شکر، تقدیرم به زیبایی رقم خورده که تا پایان عمرم ریزخار این درم قطعا. از اسمش نور می‌بارد، از اسمش نور می‌بارد، چه ایوانی نجف دارد که روزی می‌کشد ما را صفای آن حرم قطعا. محبت ریشه می‌خواهد، ارادت حکمتی دارد. محبت ریشه می‌خواهد، ارادت حکمتی دارد. مرا سویش کشانده شیر پاک مادرم قطعا. غلافش پلک و چشم دلربایش تیزی شمشیر، به یک نیمه نگاهش می دهد بال و پرم قطعا. بجز او در دو عالم هیچ کس ساقی کوثر نیست. بدادم میرسد آن لحظه های آخرم قطعا. سلام دوباره خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی تلویزیون جهانی هادی. بله، ما با برنامه به وقت بیداری همراه شما مؤمنان روزدار هستیم. ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات
دعوت میکنم به ادامه این گفتگو در خدمت استاد محترم جناب دکتر معصومی. بله، امشب وقتی که از قرآن و شب قدر صحبت میکنیم، یادمان باشه که شب 21 رمضان و شب شهادت مولای پارسایان و امام عدالت، پیشگان و عدالت جویان هست، و چی بهتر است که بیاییم درباره امام علی هم امشب تفکر کنیم، تأمل کنیم و گپ بزنیم. جناب استاد، چی پیوندی است بین رمضان و قدر و امام علی علیه السلام؟ بله، متناسب با رمضان در شهادت امیر مومنان. اگر بناس رمضان شهیدی داشته باشه، به تناسب عظمت رمضان شهیدی باید همچنینی باشد و آن علی است. اگر قرآن تجسمی داشته باشه، یعنی شما قرآن گاهی به شکل کتاب میبینید، اسمش قرآن، گاهی به شکل انسان میبینید، قرآن به شکل انسان، یعنی آیه های قرآن در وجود یک انسان تجسم پیدا کرده، همین اهل بیت پیامبر و اهل بیت. یک نکته رو میخواستم عرض کنم و آن اینه که در مباهله که به خاطر دارید، بله، مسیحیان نجران آمدن راجع به حضرت عیسی صحبت کنن، راجع به پیامبر روبرو صحبت کنن، و بالاخره کارشون به اینجا رسید که ما مباهله میکنیم و شما هم نزدیکانتون بیارید دیگه. آیه قرآنه که ندو ابنان و ابناکم انسانان و انفسونا و انفسکم. ما روی انفس صحبته، ما نفس های خود رو میریم. و شما مسیحیان نجران که آمدن اینجا، منظوری از این انفسانا و ابنانا مؤمنین نیست. مؤمن اصلا مسیحیان نجران و مؤمنین کار نداشتن، به صحابه کار نداشتن، به شخص پیامبر کار داشتن. پیامبر هم در مباهله شرکای کار خود را دعوت کرد. شرکای کار پیامبر کیه؟ همیش کارای بزرگ به یک مجموعه صورت گرفته. موسی با برادرش بوده، عیسی وقتی کار میکنه صحبت مادرش هست، حواریون، همچنین ابراهیم به هر حال همینجوری بوده، با حواریون بوده. اینجا هم یک مجموعه ای، پیامبر یکیه، رسول یکیه، ولی یک مجموعه ای که مثل پیامبر جانفشانی میکنن، در اهداف پیامبر ذوب شدن. و علی رو به همین دلایل نمیگه برادرم، نمیگه نزدیکام، نمیگه اصحابم، میگه نفسم، یعنی خودم. بین ما و علی یک نفسیم، در یک مسیریم. مقام حضرت علی همینه. یک آقایی است به نام عامر شعبی، از علمای معروف اهل سنت، بله، میگه علی 9 جمله گفته، 3 تا در حکمت گفته، 3 تا در ادب گفته و 3 تا در مناجات گفته، که اگر تمام فصحا و بلغای عرب جمع بشن مثل این کلمات نمیتونن بگن. بعد میگه اینا رو ارتجالن هم گفته. ارتجالن یعنی آنی، بدون از اینکه فکر کنه وقت بگیره. ما ها برای یک سخنرانی گاهی روزها، گاهی هفته ها وقت میگیریم و مطالعه میکنیم، بین ما انسان اینجوری. اما ایشون ارتجالن فی البداهه گفته، که واقعا بی نظیره. یعنی شما در مناجات جمله‌ای که گفته الهی کفا بی فخرن ان تکون لی ربا، ما بیشتر از این افتخار ندارم، بیشتر از این افتخار نیست، مرا کفایت میکند افتخار و سربلندی که تو پروردگار منی. و کفا بی عزن، عزت مرا همین بس که من بنده تو هستم، اکون لک عبدا.
این جمله تمام عرفان در بر داره. بعد میگه که انت کما اوهب فجعلنی کما توهب. توهب تو دوست داشتنی خدا، تو محبوب خدا، تو باب تر. شما میدانین که برای پرستش تنها علم، تنها قدرت، تنها کمال، ولی اینا هست، ولی یک چیزی دیگه هم لازمه، اون محبته. اونی که معبوده باید محبوب باشه و خداوند محبوب ترینه که این محبت رو اولیای خدا داره و این نعمت همیشگی که بر بندگانش داره، فضل که داره و با این گناهان و با اینها از این نعمت ها کاسته نمیشه. میگه انت کما اوهب، تو دوست داشتنی، مرم دوست داشتنی قرار بده. خب آدم باید خوب شه تا محبوب شه. و یکی از کلمات دیگرش این است که قیمت کل امرئ ما یحسنه، قیمت هر کسی. اینجا دیگه ترجمه ها اختلاف داره. بعضی میگن که هر کس هر کاری را با هم اندازه که زیبا انجام میده، قیمت شخص به زیبایی کارش. هر کس یک شغلی داره، شغلش زیبا انجام میده، زیبا انجام میده، قیمتش هم بالایی. یک ترجمهش اینه. یک ترجمه دیگه اینه که قیمت هر کس به اندازه زیبایی است که ایجاد میکنه. عمل زیبا، کلام زیبا، رفتار زیبا، منش زیبا، بینش زیبا. آیا انسان میتونه این زیبایی ها را در مدت عمر که داره ایجاد بکنه؟ مثل خود علی. علی کل کارش زیباست. همکاریش با پیامبر در مکه زیبا، هجرتش با سه تا فاطمه به سوی مدینه زیبا. زیبا در مدینه همراهیش با پیامبر زیبا، در جنگ جنگش زیباتر از همه افسران و شجاعان دنیا، و در زمان صلح. خب همه کارا با جنگ درست نمیشه، یک وقت آدم باید صبر کنه. و هم زیبا رفتارش با فاطمه، زیبا همسرش. در طول عمر فاطمه را به فاطمه صدا نکرد، یا بنت رسول الله. یک خانواده زیبای زیبا. یعنی که شما در سوره انسان این همه تعریف میشنیم از اینها که ویطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا انما نطعمکم لوجه. این ساده نیست. آدم یک کاری بکنه که نامش در کتاب جاوید هستی ثبت بشه و بیاد، برای زیباییش بود. قیمت کل امرئ ما یحسنه. و حتی رفتارش با قاتلش زیبا. بله، رفتارش با قاتلش بسیار زیبا و با مخالفینش بسیار زیبا. همین خوارج، خوارج ما دیگه بله. خوب میشناسیم این خوارج. اینا چیزایی گفتن، کاری کردن، گفت من به شما کار ندارم، با این چیزا محاکمتون نمی کنم، حقوقتون از بیتون مال. ولی هر وقتی که جنگ مسلحانه رو انداختید، وقت دیگه من صبر نمی کنم. اصلا یک آدم کامل بود، هم بیان و استدلالش بی نظیر بود، هم قوتش کم نظیر بود. یک آدم قوی از نظر عقل و جسم و احساسات و منطق و مناجات. حتی همین خوارج که خروج کردن، در یک جا جمع شدن، خب اینا 12,000 نفر بودن، علی آمد با اینا صحبت کرد با استدلال و بیان شیرین، 8,000 نفر اینا برگشتن به صف علی، 4,000 نفر ماندن. خب با اونا باز مردانه کار کرد، مردانه پی کار کرد. سخنان علی سخنان زیباست و سخنان ماندنیست. کار علی کاریست ماندگار. علی میتونست مقطعی کار کنه، یعنی علی میتونست معاویه را نگه داره، بایش بسازه، یک ولایت هم تسلیمش کنه، بعد از او برحال خودشم خلافت کنه بر کل سرزمین های اسلامی. اما علی نخواست در یک دوره محدود کار کنه و تاریخ فراموش کنه، خواست به کل تاریخ درس بده که من ظالم و ستمکار و باقی و یاغی را حتی برای چند دقیقه نمیپذیرم. محرومیت خودش قبول کرد، ولی درسش ماند تا به آخر تاریخ.
یک مردیست که ما نمیتونیم تعریفش کنیم، اصلا نمیتونیم تعریف کنیم. سخنش در موعظه بی نظیر، در حکمت بی نظیر، در خطاب بی نظیر، نوشته هاش اینجوری، نامه هاش اینجوری، رفتارش اینجوری، ارتباطش با پروردگار، یک مرد بی نظیر و مرد که شایسته بود که در متن حلقه مسلمان ها قرار بگیره، نه در حاشیه، در مرکز قرار بگیره نه در کنارها. اما نشد. بزرگترین قدر نشناسی بشریت در شب قدر خود نشان داد، اون این که قدر چنین مرد جهانی و عظیم را نشناختن و با تیغ جهالت و شقاوت به شهادت رسید و ما محروم شدیم از نعمت بسیار بزرگ، و ما به تاریخ و بشریت محروم شد. تا امروز هم ما رنج همونه میبینیم، تا به امروز ما رنجش میبینیم. تقریبا یکی دو دقیقه پایان برنامه هست، من واگذار میکنم به خود شما در این لحظاتی که آغاز شب 21 ماه مبارک رمضان هست و مؤمنان روزدار روزهایشون افطار کردند و آماده میشن برای احیای این شب، اگر دو سه جمله شما توصیه دارید، گفتنی دارید، این برنامه فرصت در اختیار شماست. توجه به اخلاص بشه. بعضی دوست دارن در مجالس بزرگ شرکت کنن، کاری بدی نیست، اونجا بنده های خوبی هست، اجابت دعا بله محتمله، ولی شخص کل توجهش به این باشه که شخص خودش ارتباط قوی با پروردگار برقرار کنه، خجالت نکشه، خدا خودش دعوت کرده، ما روزداران را مهمان خودش خطاب کرده، بنابراین به عنوان یک مهمان مخلصانه در خانه خدا بره و آنچه نیاز داره عاجزانه ولی ملتمسانه و مصرانه از خدا بخواهه. امشب سعی کنه که این خواطر زندگی، مسائل روزمره زندگی از ذهنش دور باشه، خودش باشه با خدای هستی، در دل خدا به سوی خدا باز کنه، تنها باشه بهتره، خلوت کنه، با خانواده باشم اشکال نداره، در جماعت هم باشه، این حالت پیدا کنه که امشب اگر از دست رفت دیگه به هر حال دیگه شبام خوبه، همه شبا خوبه، سحرهای هر شب، شبای جمعه، ولی امشب و شب 23 از اون شبای استثنایی ساله. اخلاص لازم داره و با اصرار از خدا خواستن. خدا از دعای ما خسته نمیشه، بی حوصله نمیشه، بخواهیم و مسائل کلیدی را در رأس قرار بدهیم و سعادت جامعه بشری و مسلمان ها و پیروان اهل بیت در رأس قرار بدهیم، برای خودم هرچی که خواستیم بخواهیم، مخصوصا نیازهای اصلی ما نیازهای آخرتیست، در دنیا هم هر چی که دوست داریم چیز مشروع میتونیم بخواهیم. در باز زمینه فراهمه و خدا را سپاسگزاریم که ما را زنده نگه داشت و زبان ما هنوز داره کار میکنه و بدن ما هنوز احساس زندگی میکنه، میتونیم حرکت کنیم و بنشینیم و راز و نیاز کنیم. شب شب استثنایی و کم نظیری هست. بسیار سپاسگزارم جناب استاد گرامی و امیدواریم که برای بنده و جناب عالی و همه بینندگان خدا توفیق بده که این شب را، او قسمی که شایسته این شب و شایسته ما هست، قدر بدانیم و احیا کنیم. از شما هم سپاسگزار هستیم که در این برنامه شرکت کردید، برایتون آرزوی سلامتی و موفقیت و سعادتمندی میکنیم. انشالله شما و همکارانتان موفق باشید، جمعی مؤمنین موفق باشن، خداوند مخصوصا جوانان ما را نگه داره و که در دره هولناک نفاق و فسق سقوط نکنن. اله آمین. اونهایی که در غفلت به سر میبرن، در جهالت به سر میبرن، نعمت بیداری را به اینها عنایت کنه و
و ما هم از اون بهترین نعمت هاش که به هر کسی نمیده. یعنی ما باید در این شب از رحمانیت خدا به سوی رحیمیت خدا پیش بریم که ما را از اون نعمات خاصش بهره مند کنه. نعمات عامش که هست، رحمانیت خدا برای همه هست، برای مسلمان غیر مسلمان. امشب باید به سوی این رحیمیت پیش بریم که برخوردار بشیم. الهی آمین. در کویر سینه ام چشمه های ربناست، در لبم شکوفه آت ما و عطناست، بند هستی ام ترجمان این دعاست، لا تزغ قلوبنا بعد از هدیتنا. ضمن سپاس برای همراهی تا آخر این برنامه از شما بینندگان عزیز و گرامی، از یکایک شما بینندگان عزیز و گرامی التماس دعا داریم و برایتان شب بسیار بسیار با سعادت و شب سرنوشت سازی را آرزو میکنیم. امیدواریم که سعادتمندی در دنیا و آخرت نصیب و روزی ما و شما باشه. انشالله که این شب رو آنگونه که شایسته است به سر ببریم و به یاد همدیگه باشیم و دعا کنیم و برای سلامتی و تعجیل در ظهور امام زمان هم دعا کنیم. تا برنامه دیگر همراه با استاد گرامی جناب دکتر معصومی شما را به خداوند متعال می‌سپارم. خدایا رو نگهدارتون باشه.